جایی که خرچنگ ها آواز می نوشته دیلیا اوینز ترجمه آرتمیس مسعودی با صدای هلیا مقصودی قسمت سوم فصل هجده قایق سفید 1960 حالا هر کلمه جدید داستانی به دنبال داشت و هر جمله یک ریشه و اصل. روی علف هایی که پاییز قرمزشان کرده بود می نشستند و لحظه ای مانند بچه ها و لحظه ای دیگر مانند دو فرد بالغ درس می خاندند. تیت می گفت یه لحظه جدی باش. تنها راه یاد گرفتن جدول ضرب حفظ کردنه. روی ماسه ها می نوشت, دوازده زب در دوازده مساوی صد چهل و چهار. اما گاهی کیا از در شوخی وارد می شد. در جنگل می دوید و خودش را در آب رودخانه می انداخت. یک روز بعد از ظهر تیت با قایق به تالاب آمد. اما پس از آنکه قایق وارد ساحل شد داخل آن ماند. جلوی پایش یک سبد بزرگ بود که رویش پارچه چارخانه قرمز انداخته بود. کیا پرسید؟ اون چیه؟ چی آوردی؟ یه قافل گیریه. بیا سوار شو. آنها در کانال های آرامی که به دریا منتهی می شد به طرف جنوب به خلیج کوچکی که شبیه نیم دایره بود پیش رفتند. تیت ابتدا زیرانداز را روی ماسه ها انداخت. سپس سبدی را که رویش را پوشانده بود روی آن گذاشت. بعد نشستند و پارچه را برداشتند. تیت گفت تولدت مبارک تو پونزده ساله شدی. یک کیک دو طبقه به بلندی یک جعبه کلاه که با صدفهایی با روکش صورتی تزین شده بود از سبد بیرون زد. اسم کیا رویش نوشته شده بود و هدیه هایی که با کاغذ های رنگی کادو شده و دورشان روبان پیچیده شده بود دور تا دور کیک قرار داشتند. کیا مات و مبهوت با دهان باز به آن خیره شده بود. از وقتی مادر رفته بود هیچ کس تولدش را تبریک نگفته بود. هرگز کسی کیکی که نامش روی آن باشد برایش از قنادی نخریده بود. او هرگز هدیه هایی که دورشان کاغذ کادوی واقعی با روبان پیچیده شده باشد نگرفته بود. از کجا فهمیدی تولدمه؟ او که تقویم نداشت. اصلا نمیدانست تولدش امروز است. توی انجیلت خوندم. در حالی که کیا از تیت خواهش می کرد کیک را از جایی که نام او نوشته شده بود برش ندهد او تکه های خیلی بزرگی از کیک برید و آهسته داخل بشقاب های کاغذی انداخت. آنها در حالی که به چشم های یک دیگر خیره شده بودند تکه هایی از کیک برداشتند و دهانشان را پر کردند. با صدای بلند ملش ملوش می کردند را میلیسیدند و در حالی که خامه کیک دور دهانشان مالیده بود می خندیدند کیک خوردن با روشی که باید خورده شود روشی که همه دوست دارند تیت با لبخند گفت میخوایی هدیه هاتو باز کنی؟ اولین هدیه یک ذره کوچک بود. برای اینکه بتونی جزئیات قشنگ بالای رو ببینی. دومی گیره سر پلاستیکی نقره رنگ بود که رویش عکس مرغ دریایی داشت. این برای موهاته. تیت تا حدودی با ناشیگری گیره را پشت گوش کیا گذاشت و آن را بست. کیا به آن دست کشید از مال مادر خیلی زیباتر بود آخرین هدیه یک جعبه بزرگتر بود و وقتی کیا آن را باز کرد داخلش ده شیش رنگ روغن یک جعبه آب رنگ و قلم موهایی با اندازه های متفاوت بود برای نقاشیات کیا تک تک رنگ ها و قلم ها را برداشت اگه بازم لازم داشتی میتونم از فروشگاه سی اوکس برات بگیرم حتی اگه بوم بخوای کیا سرش را پایین انداخت ممنونم تیت اسکاپر در حالی که میان تورهای ماهیگیری و پلیکانهایی که با نوکشان پروبال خود را تمیز میکردند ایستاده بود بلند به تیت گفت احتیاط کن دیگه آهسته برو سینه قایق چریپای در جایش تکان تکان خورد و لرزید سپس روی توقفگاه پیت سر خورد این توقفگاه اسکلهی ناساف و یک آشیانه قایق مخروبه و تنها لنگرگاه بارکلیکو بود خب خوبه بیارش بیرون تیت قایق را با قدرت بیشتری کشید قایق بیرون آمد و روی بارانداز خشک توقف کرد قایق را با تناب محکم بستند و در حالی که صدای شفاف میلیزا کورجس از ضبط صوت پخش میشد شروع به پاک کردن گوش ها از روی بدنه آن کردند ناچار بودند پیش از آن که مانند هر سال بدنش را رنگ قرمز بزنند رویش را بتونه کنند این رنگ را مادر تیت انتخاب کرده بود و اسکاپر قصد نداشت هرگز آن را تغییر بدهد اسکاپر هر از از کندن گوش ماهی ها دست می کشید و بازوهای بزرگش را با افت و های موسیقی حرکت میداد. حالا در اول زمستان اسکاپر به تیت به اندازه یک فرد بزرگسال حقوق میداد تا بعد از مدرسه و در تعطیلات آخر هفته برایش کار کند اما تیت دیگر نمی توانست زیاد به دیدن کیا برود او این را به پدرش نمی گفت. او هرگز به پدرش چیزی در مورد کیا نمی گفت. آنها تا شب به کندن گوش ماهی ها از بدنه قایق ادامه دادند تا وقتی که حتی بازوهای اسکاپر هم درد گرفت. من اونقدر خستم که نمیتونم آشپزی کنم. مطمئنم تو هم خیلی خسته ای. بیا سر راه خونه بریم رستوران یه چیزی بخوریم. حتی یک نفر هم نبود که نشناسند. در حالی که به همه سرتکان میدادند پشت میزی در گوشه ی رستوران نشستند. هر دو منوی مخصوص را سفارش دادند. استیک مرغ سخاری، پوره سیب زمینی و سس گوشت، شلغم و سالاد کلم، کلوچه و پای گردو با بستنی. خانواده میز کناری دستهایشان را به هم دادند و در حالی که پدر خانواده با صدای بلند دعا می کرد سرشان را پایین انداختند. وقتی به آمین رسیدند نفس عمیقی کشیدند. دستهای یکدیگر را فشردند و نان ذرت را به همدیگر تعارف کردند. اسکاپر گفت: حالا پسرم، میدونم این کار تو رو از خیلی چیزا دور کرده. پاییز گذشته تو دور همی مدرسه و اینطور برنامه ها هم شرکت نکردی. من نمیخوام حالا که سال آخری از همه کارت بیفتی. قرار دوباره یه دور همی تو ساختمون ورزشگاه برگزار بشه. تو کسی رو داری باهاش بری؟ نه. شاید برم. مطمئن نیستم. اما کسی نیست که بخوام همراه هم باشه. تو مدرسه که تو میری حتی یه دونه دخترم نیست؟ نه. خیلی خوب. وقتی گارسون داشت بشقا غذای اسکاپر را جلویش میگذاشت او به پشتی صندلیاش تکیه داد ممنونم بتی حسابی پرش کردی بتی چرخید و بشقاب تیت را که حتی از آن یکی هم پرتر بود مقابلش گذاشت. گفت حالا دیگه حسابی بخوری. تازه بقیهش داره میاد. منوی مخصوص یعنی اینکه تا جایی که میتونین بخوری. پیش از آن که دوباره به چرخد و به طرف آشپزخانه حرکت کند به تیت لبخند زد. تیت گفت دخترای مدرسه احمقند. تنها چیزی که در موردش حرف میزنند مدل مو و کفش پاشنه بلنده خب دخترها همهشون همینطوری هستن پسرم بعضی وقتا باید چیزایی رو همونطور که هستن بپذیری شاید حالا پسرم من به حرفای بیارزش زیاد اهمیتی نمیدم هیچ وقت ندادم اما دائم یه شایعه ای مطرح میشه که تو با اون دختر تو مرداب سر رو سری داری. تیت دستهایش را بالا برد. پدر ادامه داد سب کن سب کن. من داستانایی رو که در مورد اون میگن باور نمیکنم. احتمالا دختر خوبیه. اما مراقب باش پسرم. تو که نمیخوای اینقدر زود تشکیل خانواده بدی. منظورمو که میفهمی نه؟ تیت در حالی که سعی میکرد صدایش بلند نشود با پچپچ گفت اولش میگی داستانایی رو که در مورد اون میگن باور نمی کنی. بعد میگی من نباید تشکیل خونواده بدم. این نشون میده تو باور داری اون از این مدل دختراست. خب بذار بهت یه چیزی بگم. اون نیست. اون از تمام دخترایی که تو مجبورم میکنی باهاشون برم دور همی پاکتر و بیگناهتره. مرد بعضی از دخترای این دهکده دست جمعی میرن شکار. خیلی هم بیرحم هستن. بله من رفتم پیش کیا. میدونی چرا؟ چون دارم بهش خوندن یاد میدم. چون مردم اینجا اونقدر بهش بدجنسی میکنن که حتی نمیتونه بره مدرسه. این خوبه تیت این مهربونی تو رو میرسونه اما لطفا اینو درک کن که من وظیفه دارم این چیزا رو بهت بگم شاید حرف زدن در این مورد برای ما خوشایند نباشه اما پدر و مادرها باید بچه هاشون رو از مسائل آگاه کنن این وظیفه منه پس از من نرنج تیت در حالی که به نانش کره میمالید زیر لب گفت میدونم خیلی عصبانی بود حالا زود باش بیا یه پرس دیگر رو شروع کنیم بعدش نوبت پای گردوه وقتی پای آمد اسکاپر گفت خب حالا که در مورد چیزایی صحبت کردیم که قبلا هیچ وقت مطرح نکرده بودیم میتونم چیز دیگه ای رو که تو ذهنم هست بگم. تیت چشمهایش را به طرف پای گردویش چرخاند. اسکاپر ادامه داد. من میخوام بدونی چقدر بهت افتخار میکنم. تو به تنهایی راجع به حیات در مرداب مطالعه کردی. توی مدرسه واقعا خوب عمل کردی و برای شرکت در کالج درخواست دادی که مدرک علمی بگیری و قبول شدی. من کسی نیستم که زیاد در مورد این چیزا صحبت کنم اما خیلی بهت افتخار می کنم پسرم باشه آره باشه دقایقی بعد تیت در اتاقش بخشی از شعر مورد علاقش را می‌خواند آه چه وقت دریاچه تاریک را خواهم دید و قایق سفید محبوبم را تیت میان کارهایش تا جایی که میتوانست به کیا سر میزد اما هرگز نمیتوانست مدت طولانی بماند گاهی اوقات چهل دقیقه قایق میراند تا ده دقیقه با او در ساحل قدم بزند و دوباره با قایق برمیگشت اگر اشتباهی میکرد اشتباهش بر کیا تأثیر میگذاشت اینطوری او از پسرهایی که کیا را فقط تهدید میکردند بدتر میشد تمایل شدید او به حمایت از کیا به اندازه باقی تمایلاتش قدرت داشت تیت هر بار نزد کیا میرفت از کتابهای مدرسه یا کتابخانه به خصوص با موضوع موجودات مرداب و زیست شناسی برایش می برد. پیشرفت کیا حیرت انگیز بود. تیت می گفت حالا او می تواند همه چیز را بخواند و وقتی بتواند همه چیز را بخواند می تواند همه چیز را یاد بگیرد. بستگی به خود کیا داشت. تیت می گفت هیچ کس سعی نمی کنه ذهنش رو پرورش بده. همه ما مثل زرافه هایی هستیم که از گردنشون برای رسیدن به برگای بالایی استفاده نمی کنن. کیا که ساعتها تنها بود زیر نور فانوس کتاب می در مورد اینکه چطور گیاهان و جانوران در طول زمان تغییر می کنند تا خودشان را با زمینی که دائم در حال دگرگونی است همگام کنند. در مورد اینکه چطور بعضی از سلول ها تقسیم می شوند و به شکل ریه یا قلب در میآیند، اما بعضی دیگر به همان شکل باقی میمانند تا در صورت نیاز به عنوان سلول های بنیادین مورد استفاده قرار بگیرند. و در مورد اینکه پرندگان بیشتر در سپید دم میخوانند چرا که هوای خنک و مرتوب صبح دم آواز و مقصودشان را بهتر منتقل می کنند. کیا در تمام عمرش این شگفتی ها را به چشم خود دیده بود. برای همین درک قواعد طبیعت برایش آسان بود. او در دنیای زیست شناسی به دنبال پاسخی به این پرسش بود که در چه صورت یک مادر فرزندش را رها می کند. در یک بعد از ظهر ماه می وقتی داشتند با تیت از تالاب برمیگشتند تیت گفت میدونی من به همین زودیا میرم میرم کالج او قبلا از رفتن به چپل هیل حرف زده بود اما کیا که میدانست دست کم تابستان را دارند فکرش را از ذهنش دور کرده بود کی حالا که نیست زیاد طول نمیکشه یکی دو هفته دیگه اما چرا من فکر میکردم کالجت پاییز شروع میشه توی آزمایشگاه زیستشناسی کالج به هم کار دادن. نمیتونم از خیرش بگذرم. برای همین از ترم تابستون میرم. از میان آدم هایی که کیا را رها کرده و رفته بودند فقط جودی از او خداحافظی کرده بود. بقیه برای همیشه رفته بودند. اما این اصلا موجب نمیشد احساس بهتری پیدا کند. سیناش می میسوخت هر وقت بتونم میام بهت سر میزنم واقعا اونقدر را دور نیست با اتوبوس کمتر از یه روز راهه کیا ساکت نشست؟ بالاخره گفت چرا باید بری تیت چرا نمیتونی اینجا بمونی و مثل پدرت میگو سید کنی؟ کیا؟ تو علتش رو میدونی من اصلا نمیتونم اون کار رو بکنم من میخوام در مورد مرداب مطالعه کنم و یه محقق زیستشناسی بشم آنها به ساحل رسیدند و روی ماسه ها نشستند بعدش چی؟ اینجا همچین شغلی وجود نداره تو دیگه هیچ وقت بر نمیگردی خونه چرا؟ برمیگردم؟ من تو رو رها نمیکنم کیا؟ قول میدم برمیگردم پیشت کیا یک بار بلند شد و ایستاد طوری که مرغان باران ترسیدند و جیغ جیغ کنان به پرواز در آمدند از ساحل به طرف جنگل دوید تیت دنبالش دوید اما به محزان که به درختان رسید ایستاد و اطرافش را نگاه کرد کیا قبلا از نظر دور شده اما با این فرض که شاید جایی باشد که صدا را بشنود فریاد زد کیا تو نمیتونی از همه چی فرار کنی گاهی وقتا باید در مورد مسائل صحبت کنی باید با مسائل رو به رو بشی سپس با کمی بی‌حوصلگی گفت به درک کیا لعنتی یک هفته بعد کیا صدای پتپت پت قایق تیت را در به نزدیک خانه شنید و پشت بوته ای پنهان شد. وقتی تیت قایق را کنار آب هدایت می کرد، حواسیلی بالهای نقرهایاش را به کندی بالا برد. کیا دلش می خواست بدود، اما قدم به ساحل گذاشت و منتظر ماند. تیت گفت، سلام. برای اولین بار کلاه سرش نبود و پیچ و خم طلایی و وحشی موهایش اطراف صورت برونزش پراکنده شده بود. به نظر می رسید در چند ماه گذشته شانه هایش پهنتر و شبیه شانه های مردها شده بود. سلام تیت از قایق بیرون آمد و او را به طرف کندهی که رویش می نشستند و درس می خواندند هدایت کرد. به نظر می رسه من زودتر از اون که فکر می کردم دارم میرم. برای اینکه کارم رو شروع کنم مراسم فارغ و تحصیلی رو هم از دست میدم. کیا؟ من باید ازت خداحافظی کنم. حتی صدایش هم شبیه مردها شده بود و آماده ورود به دنیای جدی بود. کیا پاسخی نداد و نگاهش نکرد. گلویش فشرده میشد. تیت دو کیسه پر از کتابهای مدرسه و کتاب خانهش را که بیشترشان علمی بودند جلوی پای کیا گذاشت. کیا نمیدانست تواند صحبت کند یا نه؟ دلم برات تنگ میشه کیا؟ هر روز، تمام روز؟ نه، تو فراموشم میکنی. سرت گرم کالج و هم کلاسیات میشه. من هیچ وقت فراموشت نمیکنم. هرگز. تو مراقب مرداب باش تا من برگردم. گوش میدی؟ و مواظب باش. مواظب اینو جدی میگم کیا. مراقب آدما باش. نزار غریبه ها نزدیکت بشن. فکر میکنم من بتونم پنهان بشم یا از هر کس دیگه ای تونتر به آره میدونم که میتونی. من حدود یه ماه دیگه میام خونه. قول میدم. برای چهار ژوئیه برمیگردم اصلا متوجه نمیشی چطوری میگذره کیا پاسخ نداد تیت در حالی که دستهایش را به زور داخل جیبهای شلوار جینش فرو برده بود ایستاد کیا کنارش ایستاد اما هر دو چشمشان را از هم برگرداندند و به درختها دوختند خدا نگهدار کیا. کیا لحظه ای به چشم او نگاه کرد. خدا نگهدار تیت. تیت بدون آنکه کلمه دیگری بگوید سوار قایقش شد. موتورش را روشن و در تالاب حرکت کرد. درست پیش از آن که وارد مسیر پوشید از بوته های پرپشت تمشک شود برگشت و دست تکان داد کیا دستش را تا بالای سرش برد و بعد آن را روی قلبش گذاشت فصل 19 یک خبری هست 1969 فردای روزی که دومین گزارش آزمایشگاه خوانده شد یعنی هشت روز پس از آنکه جسد چیس روز در مرداب پیدا شد پریدو معاون با پایش در دفتر کلانتر را باز کرد و وارد شد دو لیوان کاغذی قهوه و یک پاکت دونات داغ که تازه سرخ کن در آمده بود دستش بود. وقتی جو داشت آنها را روی میز میگذاشت اد گفت وای رفیق دونات پارکر چه بویی داره؟ هر کدام از مردها یک دونات بزرگ از پاکت قهوه‌ای رنگی که رویش لکه های روغن افتاده بود برداشتند. با صدای بلند ملچ ملوچ می کردند و انگوشت های چربشان را می وقتی دو مرد شروع به صحبت کردند هر دو با هم گفتند میگم من یه خبری دارم. اد گفت خب تو اول بگو. از چند تا منبع شنیدم که چیز تو مرداب سر و سر ری داشته. سر و سر؟ منظورت چیه؟ مطمئن نیستم اما لعنتی ها بعضی هاشون میگن از حدود چهار سال پیش شروع کرده تنهایی رفتن به مرداب. خیلی هم مخفیانه این کارو میکرده. با دوستاش ماهیگیری یا قایقرونی میرفته اما خودش تنهایی هم خیلی میرفته اونجا داشتم فکر می کردم شاید قاطی اونایی شده بوده که ماری جوانا یا چیزای بدتری مصرف میکنن. شاید افتاده بوده تو کار کثیف مواد. ای بابا، با بدان سر مکن که بد گردی، شایدم بیفتی دیگه بلند نشی. کلانتر گفت، نمیدونم اون که ورزشکار بود سخت میشه مجسم کرد افتاده باشه تو کار مواد قبلا ورزشکار بود تازه خیلی از اونا گرفتار مواد میشن وقتی روزای بزرگ قهرمانی تموم میشه باید از یه طریق دیگه خودشونو ببرن تا اوج شایدم یه زنی اونجا بوده من اونجاها هیچ زنی رو نمیشناسم که باهاش تناسب داشته باشه. اون فقط با آدمای به اصطلاح سرشناس بارکلی ارتباط داشت، نه آدمای بیخود. خب اگه خودش رو برتر از دیگران میدونسته، شاید برای همین اونقدر در این مورد سکوت کرده بوده. درسته. به هر حال اونجا هر کاری که میکرده یه جنبه کاملا جدید از زندگیش نشون میده که ما چیزی از اون نمیدونستیم. بیا یه سر و گوش یاب بدیم. بریم ببینیم چیکار کار میکرده. تو هم گفتی یه خبری داری؟ درست نمیدونم چیه. مادر چیس تلفن کرد. گفت میخواد چیز مهمی در مورد این حادثه به ما بگه. چیزی که به گردنبند صدفی که همیشه گردنش بوده مربوط میشه. مطمئن بود میتونه یه سر نخ باشه. میخواد بیاد اینجا راجب به اون برامون توضیح بده. کی قراره بیاد؟ امروز بعد از ظهر خیلی زود. اگه یه سر نخ واقعی پیدا کنیم خوب میشه. باید اعتراف کنم اگه قتل بوده خیلی هوشمندانه بوده. مرداب تمام شواهد رو در صورتی که چیزی وجود داشته از بین برده و بلعیده. وقت داریم پیش از اون که پتی لاو بیاد اینجا ناهار بخوریم؟ حتما استیک سرخ شده مخصوص با پای تمشک. فصل 20 چهار جویه 1961 روز چهار جویه کیا با پای برهنه در طالاب پیش رفت و روی کنده درختی که رویش خواندن یاد میگرفت نشست. گرمای شدید آخرین قطرات مه را بخار میکرد و هوا آنقدر مرتوب بود که او به سختی نفس میکشید. کشید. گاهگاهی روی زمین زانو میزد و آب خنک به گردنش می پاشید. تمام مدت گوش میداد که صدای قایق را بشنود. انتظار کشیدن آزارش نمیداد چون داشت کتابهایی را که تیت به او داده بود میخواند دقایق روز کش می آمدند. خورشید وسط آسمان گیر افتاده بود احساس کرد کنده درخت سفت است برای همین روی زمین نشست و به یک درخت تکیه داد سرانجام گرسنه شد با عجله به کلبه برگشت تا بقایای سوسیس و نان را که از قبل مانده بود بخورد. تونتون میخورد. میترسید وقتی پستش را ترک کرده تیت بیاید. بعد از ظهر شرجی پشه ها را یک جا جمع کرده بود. نقایقی بود نه تیتی. هنگام غروب هنوز مانند لک لک راست و ساکت ایستاده بود و به آب خالی و آرام چشم دوخته بود. به سختی نفس میکشید. کشید. کنار تالاب خز پوش نشست تا اینکه ماه خودش را بالای زمین سر داد. بعد به کلبهش برگشت. روز بعد هم منتظر ماند. هوا تا ظهر هر لحظه گرمتر شد. از وسط روز به بعد داغ شد و پس از غروب خورشید در نوسان بود سپس ماه امید را روی سطح آب پراکند اما آن هم از میان رفت یک طلوع دیگر یک ظهر روشن و داغ دیگر باز هم غروب و باز تمام امیدها بر باد رفت چشمهایش با بیحوصلگی حرکت می کردند. و با وجود آن که گوش می داد صدای قایق تیت را بشنود دیگر از انتظار به خودش نمی پیچید. طالاب همزمان بوی زندگی و مرگ می داد. پدیده درهمی از امید و فساد قورباغه ها قورقور می کردند. کیا اطرافش را تماشا کرد. میدانست جای هیچ گونه قضاوت وجود ندارد. آنجا نیروی شری وجود نداشت. تنها نبز زندگی بود که می زد حتی اگر به بهای بعضی از بازیگرانش تمام میشد زیست شناسی درست و غلط را یک رنگ واحد میداند که مقابل نورهای متفاوتی قرار گرفتند. کیا یک ساعت دیگر منتظر تیتماند و بالاخره به طرف کلبرا افتاد صبح روز بعد در حالی که به ذرات ناچیز امیدی که در دلش باقی مانده بود ناسزا می گفت به تالاب برگشت. کنار آب نشست و گوش داد شاید صدای پت پت قایقی را روی تالاب یا در آب راه های دور بشنود. ظهر که شد ایستاد و فریاد زد. تیت تیت سپس روی زانوهایش افتاد و صورتش روی لجنها کشیده شد فصل 21 کوپ 1961 باد گرم و خشک لابلای برگهای چنار خس خس کرد. کیا تا سه روز پس از آن که از برگشتن تیت ناامید شد از رخت خواب بیرون نیامد. او که از شدت ناامیدی و خشم از حال رفته بود خودش را در لباس ها و ملافه های خیس از عرق پیچیده و پوستش چسبناک شده بود. او متوجه زمان بالا آمدن ماه یا زمانی که جغد شاخدار قول پیکر در طول روز به طرف جیجاق آبی شیرجه میزد نمیشد از رخت خواب صدای بال توکای سیاه را میشنید اما به طرفش نمیرفت و آواز مرغهای دریایی که بر فراز ساحل صدایش میکردند ناراحتش میکرد اما برای اولین بار در زندگیش سراغشان نرفت امیدوار بود رنج نادیده گرفتن آنها بتواند جایگزین جراحتی بشود که بر قلبش بود اما این اتفاق نیفتاد او که دیگر رمقی برایش نمانده بود با خودش فکر میکرد چه کرده که همه را از خودش دور کرده است مادرش خواهرانش تمام خانوادهش جودی و حالا تیت رنجاورترین خاطرات او مربوط به روزهایی میشد که اعضای خانوادهش وارد کوچه و سپس ناپدید شده بودند آخرین تصویر شالگردن سفیدی که لابلای برگ ها از نظر دور شده بود و کپه جوراب هایی که روی تشکی که روی زمین پهن بود تلمبار شده بودند. تیت زندگی و عشق برایش یک چیز واحد بود. حالا تیتی وجود ندارد. سرش را داخل ملافه ها فرو برد و زیر لب گفت چرا تیت؟ چرا؟ تو قرار بود با بقیه فرق داشته باشی بمونی تو گفتی منو دوست داری اما همچین چیزی وجود نداره روی زمین هیچ کس نیست که آدم بتونه روش حساب کنه جایی در عمق وجودش به خودش قول داد دیگر هرگز به کسی اعتماد نکند و کسی را دوست نداشته باشد. او همیشه راهی پیدا می کرد تا خودش را از گرفتاری نجات بدهد و قدم بعدی را هر قدر لرزان بردارد. اما آن همه پشت کار او را به کجا رسانده؟ همینطور میان خواب و بیداری در رفت آمد بود. ناگهان خورشید کامل تابان و درخشان صورتش را نوازش کرد. در تمام عمرش هرگز تا وسط روز نخوابیده بود. صدای خشخش آهسته شنید و روی آرنجش نیمخیز شد. یک باز کوپر سمت دیگر شیشه ایستاده بود و دزدکی داخل را نگاه می کرد. پس از چند روز برای اولین بار به چیزی احساس علاقه کرد. وقتی باز شروع به پرواز کرد کیا خودش را به زور از رخت خواب کند. بالاخره مخلوطی از آب گرم و بلغور درست کرد. و به طرف ساحل رفت که به مرغان دریایی غذا بدهد. وقتی به سرعت وارد ساحل شد تمام پرندگان چرخیدند و دست جمعی به طرفش شیر زدند. روی زانو نشست و روی ماسه ها برایشان غذا ریخت. وقتی پرندگان دورش جمع شده بودند احساس می کرد بالهایشان به بازوهایش می خورد. سرش را عقب نگه داشت و با وجود آنکه اشکهایش روی گونه ها جاری شده بود به آنها لبخند زد. کیا تا یک ماه پس از چهار جویی جایی نرفت. حتی به مرداب هم قدم نگذاشت. برای خریدن بنزین یا مایحتاج اولیش نزد جامپین نیز نرفت و خودش را با ماهی خشک، صدف، بلغور و سبزیجات سیر کرد. وقتی تمام قفسه های آشپزخانه خالی شد، بالاخره قایقش را روشن کرد و به فروشگاه جامپین رفت تا مایحتاجش را بخرد. اما مثل همیشه با او گفتگو نکرد. کارش را انجام داد و جامپین را در حالی که ایستاده و به او خیره شده بود ترک کرد. آخر و عاقبت نیاز به انسانها آزردگی است. صبح چند روز بعد باز کوپر دوباره برگشت. روی پله ها ایستاد و از پشت شیشه او را نگاه کرد. کیا با خودش فکر کرد چقدر عجیب است سرش را به طرف او خم کرد سلام کوپ باز با یک پرش کوچک خودش را از جا کند پروازی نمایشی انجام داد و سپس تا درون ابرها اوج گرفت کیا مدتی او را تماشا کرد بعد به خودش گفت باید برگردم به مردا قایق را به آب انداخت و برای اولین بار پس از رفتن تیت در نهرها و آبراها شروع به جستجوی آشیانه پرنده پر و صدف کرد. با وجود این نمی توانست از فکر او بیرون بیاید. حتما فضای روشن فکری یا دخترهای زیبای چپل هیل او را مجذوب خود کرده بودند. کیا نمی توانست دخترهای کالج را مجسم کند. اما در هر صورت از دختر ژولی دمو و پا برهنه ای که صدف می فروخت و در یک آلونک زندگی می کرد بهتر بودند. تا پایان ماه اوت زندگیش یک بار دیگر به صبات رسید. قایقرانی، جمع کردن، نقاشی. ماهها گذشت. او فقط زمانی که به چیزی نیاز داشت به فروشگاه جامپین می رفت. اما با او خیلی کم صحبت می کرد. مجموعش غنی شده بود. آن را به صورتی هدفمند دستبندی کرده بود. از نظر ترتیب، نوع و گونه. از نظر سن به کمک سن استخوانی، از نظر اندازه با کمک اندازه پرها به میلیمتر یا بر اساس ملایم ترین طیف رنگ ها. علم و هنر یکدیگر را تقویت می کردند. رنگ ها، نور، گونه ها، زندگی. در هم تنیده شدن عنصر ارزشمند دانش و زیبایی، گوشه گوشه کلبش را پر کرده بود و دنیایش را. او با آنها رشد می کرد و مانند ساقه درخت مو تنها بود اما تمام شگفتی ها را با هم داشت. همانطور که مجموعش وسیع تر می شد تنهاییش هم بیشتر می شد. به بزرگی قلبش در سینش جا خوش کرده بود و هیچ چیز آن را تسکین نمیداد. نه مرغان دریایی، نه غروب شگفتانگیز و نه کمیاب ترین صدف ها. ماها تبدیل به سال شدند. تنهایش بیشتر از آن شده بود که بتواند تحملش کند. آرزو داشت صدای کسی را بشنود. حضور کسی را حس کند و با کسی تماس داشته باشد. اما بیشتر آرزو داشت بتواند از قلبش محافظت کند. ماها گذشتند و تبدیل به یک سال دیگر شدند و بعد یک سال دیگر بخش دوم باتلاق فصل 22 همان مکان 1965 کیای 19 ساله با پاهایی بلندتر چشمهایی دروشتر و به نظر مشکیتر در پوینت بیچ نشسته بود و خرچنگ ها را نگاه میکرد. که عقب عقب می رفتند و خودشان را به جریان آب می سپردند. ناگهان از سمت جنوب صداهایی شنید. به سرعت بلند شد ایستاد. گروهی از بچه ها بودند که حالا در ابتدای سن نوجوانی بودند. در طول این سالها بارها سلانه سلانه از راه رسیده بودند. به یکدیگر توپ پرتاب کرده دویده و به موجها لگت زده بودند؟ کیا از ترس اینکه مبادا او را ببینند با گام های بلند در حالی که ماسه از روی پاشنه هایش میریخت به طرف جنگل رفت و پشت تنه بزرگ یک درخت بلوط پنهان شد؟ میدانست این کارش چقدر عجیب است؟ با خودش فکر کرد، چیز زیادی تغییر نکرده. آنها میخندند و من مثل خرچنگ سوراخ درست میکنم. موجودی دور از تمدن بود که از رفتار عجیب و غریب خود احساس شرمندگی میکرد. قد بلند لاغر بور، دم اسبی صورت ککمکی، همیشه مروارید به گردن و لپ گرد توپلی در ساحل شیطنت می کردند و درگیر خندیدن و در آغوش گرفتن یکدیگر بودند. کیا در مواقع نادری که به دهکده رفته بود جست گریخت حرفهایشان را شنیده بود. آره دختر مرداب لباساشو از سیاها میگیره. باید صدف فروش بلغور بخره. آنها پس از این همه سال هنوز گروهی از دوستان بودند. این چیز مهم می بود. بله از بیرون رفتارشان احمقانه به نظر می رسید اما همانطور که میبل چندین بار گفته بود یک گروه متحد بودند. تو باید دوستای دختر داشته باشی عزیز چون که اونا واسه همیشه میمونن بدون اینکه قولی داده باشند. یه جمع زنونه لطیفترین و محکمترین جای روی زمینه. کیا متوجه شد همینطور که آنها آب شور را به سمت یکدیگر پاشند دارد همراهشان آرام میخندد بعد در حالی که جیغ میکشیدند به سمت عمیقتر آب رفتند وقتی یکدیگر را از آب بیرون کشیدند و به همان روش قدیمی در آغوش گرفتند لبخند از روی لبهای کیا محو شد جیغهای آنها باعث شد صدای سکوت کیا بلندتر به نظر برسد با هم بودن آنها تنهایی کیا را پررنگتر میکرد اما او میدانست برچسب آشغال مرداب که به او زده شده او را پشت درخت بلوط نگه داشته است. چشم کیا روی قد بلندترین پسر چرخید. او شلوارک کتان پوشیده بود و پیراهن به تن نداشت. وقتی توپ فوتبال را پرتاب می کرد، کیا متوجه ماهیچه هایی شد که روی پشتش نمایان بود. شانه هایش برونزه بود. کیا میدانست او چیس اندروز است و در تمام این سالها از زمانی که چیزی نمانده بود با دو چرخه کیا را زیر بگیرد. او را با همین دوستانش در ساحل در حال رفتن به کافه برای نوشیدن میلک شیک یا در فروشگاه جامپین در حال خرید بنزین دیده بود. حالا در حالی که گروه نزدیکتر می کیا فقط او را نگاه می کرد. وقتی یکی از آنها توپ را پرتاب کرد او دوید که توپ را بگیرد و به درختی که کیا پشتش بود نزدیک شد. پاهای برهنش در ماسه داغ فرو میرفت. وقتی دستش را بلند کرد که توپ را پرتاب کند به طور اتفاقی پشت سرش را نگاه کرد و چشمش به کیا افتاد. پس از آنکه توپ را پرتاب کرد بدون آنکه بقیه متوجه شوند برگشت و به کیا چشم دوخت. موهایش مانند کیا مشکی بود. اما چشمهایش آبی روشن و چهرش محکم و حیرت انگیز. روی لبهایش لبخند محوی نقش بسته بود. سپس با شانه های رها و با اطمینان به طرف بقیه برگشت. اما او به کیا توجه کرده بود. به چشمهایش خیره شده بود. بدن کیا داغ کرد و نفسش یخ بست. کیا دنبال آنها و بیشتر دنبال چیس تا پایین ساحل رفت. روز بعد کیا برگشت. همان مکان بود در زمانی متفاوت. اما به جز پرنده های پرسرصدا و خرچنگ های سوار بر موجها کس دیگری آنجا نبود. سعی کرد خودش را از رفتن به ساحل باز دارد. به مرداب به و دنبال آشیانه و پر پرنده ها بگردد. میخواست در جای امن بماند و به مرغهای دریایی بلغور بدهد زندگی این مهارت را به او آموخته بود که احساساتش را خورد و به تکه های قابل ذخیره شدن تبدیل کند اما تنهایی هم وسعت خودش را داشت روز بعد هم به ساحل برگشت و او را جستجو کرد. همینطور روزهای بعد. از وقتی چیس در ساحل نگاهش کرده بود او در یک هفته دو بار به اسکله جامپین رفته بود. اما به خودش اعتراف نکرده بود که امیدوار است چیس را آنجا ببیند. اینکه کسی متوجه او شده بود مانند رشته‌ای بود که او را با اجتماع پیوند میزد. حالا مانند آن روزهای دور از جامپین می پرسید راستی میبل چطوره؟ از نوه هاتون کسی خونه هست؟ جامپین متوجه تغییر شده بود اما خوب میدانست نباید حرفی بزند. بله خانو همین حالا اومدن دیدنمون. خونه پر از قاه اصلا نمیدونم واسه چی اما صبح روز بعد وقتی کیا با قایق به اسکله رفت خبری از جامپین نبود پلیکانهای قهوه‌ای قوز کرده و او را طوری نگاه میکردند که گویی مسئول پاییدن مشتریهای یک فروشگاه هستند کیا به آنها لبخند زد وقتی دستی به شانهاش خورد از جا پرید سلام برگشت و چیس را پشت سرش دید من چیس اندروزم چشم هایی که به رنگ آبی دریا بود درون چشم های کیا نفوذ کرد کیا حرفی نزد اما وزنش را روی یک پایش انداخت من یه دفعه تو رو دیدمت میدونی چند سال پیش تو مرداب اسم چیه؟ یک لحظه فکر کرد کیا قرار نیست حرف بزند. شاید همانطور که مردم می گفتند لال بود یا به یک زبان ابتدایی صحبت می کرد. اگر کمی اعتماد به نفسش پایین تر بود راهش را می کشید و می رفت. کیا؟ ظاهرا او برخوردشان را در پیاده رو به خاطر نداشت. و او را تنها به عنوان دختر مرداب می شناخت. کیا؟ متفاوته اما قشنگه. میخوای بریم پیکنیک؟ با قایق من. همین یک شنبه. کیا به او نگاه نکرد. صبر کرد تا حرفهای او را ارزیابی کند. اما به هیچ نتیجه ای نرسید. فرصتی پیش آمده بود با کسی همراه شود. بالاخره گفت باشه. چیس گفت که ظهر کنار درخت های بلوط شمال پوینت بیچ یکدیگر را ببینند. سپس سوار قایق آبی و سفیدش شد که صفحه های فلزیش در تمام سطوح برق میزد و به سرعت دور شد. کیا باز هم صدای پاشنید و برگشت. جامپین دوان دوان روی اسکله می آمد. سلام خانم کیا ببخشید داشتم کارتون خالی ها رو میذاشتم اونجا پرش کنم کیا با سر تایید کرد هنگام برگشتن به خانه موتور قایق را خاموش کرد و آن را کنار کشید ساحل پیش رویش بود همانطور که به کول پشتی کهنه تکیه داده بود و آسمان را تماشا می کرد شروع به شعر خواندن کرد. گاهی اوقات این کار را می کرد. یکی از شعرهای مورد علاقش شعر تب دریا اثر جان میسفیلد بود. تنها چیزی که میخواهم روزی است که در آن باد بوزد و ابرهای سفید به پرواز درآیند. امواج با شتاب بیایند و کف کنند و مرغان دریایی فریاد بزند شعر دیگری خواند از آماندا همیلتون شاعر کمتر شناخته شده که اخیرا در روزنامه محلی که از پیگلی ویگلی خریده بود منتشر شده بود در دام درون عشق حیوانی است در قفس گوشت خودش را میخورد عشق باید آزادانه بگردد در ساحلی که میخواهد فرود آید و نفس بکشد این جملات موجب می شدند به تیت فکر کند و نفسش بند بیاید او فقط منتظر بود چیز بهتری پیدا کند و برود حتی نیامد خداحافظی کند کیا نمیدانست اما تیت برگشته بود او را ببیند یک روز پیش از چهارم ژوئیه دکتر بلوم استادی که او را استخدام کرده بود به آزمایشگاه تکیاخت شناسی جانوری رفته و از تیت پرسیده بود آیا دلش میخواهد آخر هفته برای تحقیق در مورد پرندگان به گروهی از بوم شناسان مشهور ملحق شود یا نه؟ من متوجه علاقت به پرنده شناسی شدم. فکر کردم شاید دوست داشته باشی بیای. فقط برای یه دانش آموز جا هست و من یاد تو افتادم. بله، حتما میام. پس از آنکه دکتر بلوم رفت تیت همانجا میان میزها میکروسکوپها و صدای اتوکلاوها تنها ایستاد و با خودش فکر کرد چه زود برای خودش جایگاهی پیدا کرده. چقدر زود توانسته استادش را تحت تاثیر قرار دهد. از اینکه برگزیده شده و تنها دانش آموزی است که انتخاب شده احساس غرور می کرد. فرصت بعدی که برای رفتن به خانه داشت آن هم فقط برای یک شب پانزده روز دیگر بود. عجله داشت از کیا از خواهی کند. او اگر از دعوت دکتر بلوم با خبر می حتما درکش می کرد. وقتی از دریا خارج شد سرعتش را کم کرد و داخل کانالی شد که در آن الوارها کنار هم ردیف شده بودند و لاک لاک پشت هایی که آفتاب می گرفتند روی آنها می درخشید. تقریبا در نیمه راه قایق کیا را دید که به دقت میان علف های بلند مخفی شده بود. فورا سرعتش را کم کرد و او را مقابلش دید که روی ماسه های دهانه رودخانه زانو زده و ظاهرا مجزو به یک جانور سخت پوست شده است. سرش را روی زمین خم کرده بود. برای همین او را ندید و صدای حرکت آهسته قایقش را نشنید. تیت آهسته اهرم سکان را به طرف نیها چرخاند و از دید او خارج شد. از سالها پیش می دانست کیا گاهی اوقات جاسوسیش را می کند و دزدکی او را زیر نظر می گیرد. تیت هم بی اختیار با او همین کار را می گرد. کیا با پای برهنه شلوار جین و تیشرت سفید بلند شد ایستاد و دستهایش را بالای سرش کش داد. سپس دوباره خم شد. روی دستهایش ماسه ریخت و آن را از میان انگشتهایش بیرون داد. موجودات ریز کف دستش شروع به حرکات کج و معوج کردند. تیت به زیست شناس جوان مجذوب و بیخبر از دنیا لبخند زد. او را مجسم کرد که پشت گروه پرنده شناسی ایستاده و سعی می کند کسی او را نبیند اما اولین کسی است که تمام پرنده ها را می بیند و شناسایی می کند. مجسم کرد او با کم و صدای آهسته گونه های دقیق علف هایی را که برای ساخت هر آشیانه به کار رفته ردیف می کند. یا سن یک جوجه ماده را که تازه پردر آورده بر اساس رنگ نوک بالهایش به روز حساب می کند. جزئیاتی ظریف فراتر از هر کتاب راهنما یا دانش هر گروه بومشناس قابل احترام. ریزترین جزئیات در مورد دگرگونی گونه ها و ذات طبیعت ناگهان کیا به سرعت بلند شد و تیت از جا پرید در حالی که ماسه از لابلای انگشتهایش میریخت جایی دورتر از تیت به جریان آب نگاه کرد تیت به زحمت صدای موتور قایقی را از دور شنید که به طرف آنها می آمد احتمالا یک ماهیگیر بود یا از ساکنان مرداب که به طرف دهکده می رفت. صدای پت پت می آمد. مداوم و آرام مانند صدای قمری. اما کیا کول پشتیش را برداشت به سرعت روی ماسه ها دوید و خودش را پشت علف های بلند جمع کرد. در حالی که دلا راه می رفت و دزدکی نگاه می کرد ببیند قایق قابل رویت است یا نه همانطور خمیده به طرف قایقش رفت. چانهش تقریبا نزدیک زانوهایش بود. حالا به تیت نزدیک تر شده بود. تیت چشمهایش را دید. تیره و براش وقتی به قایقش رسید داخل قایق قوز کرد و سرش را پایین انداخت. ماهیگیر مردی که کلاه سرش بود و چهره بشاش داشت ظاهر شد اما نه کیا را دید نه را و پشت پیچ ناپدید شد. کیا همانطور وحشت زده ماند و آنقدر گوش داد تا صدای ناله های موتور قایق خاموش شد. سپس ایستاد و روی ابرویش دست کشید. مانند آهویی که همچنان به جای خالی پلنگی که رفته چشم می دوزد به جهتی که قایق رفته بود خیره ماند. تیت تا حدی از این رفتار او با خبر بود. اما از زمان پربازی به بعد آن را از نزدیک ندیده بود. چقدر رنج کشیده منزوی و عجیب. تیت هنوز دو ماه نبود به کالج رفته بود. اما حالا یک راست به دنیایی که میخواست قدم گذاشته بود و سرگرم تجزیه و تحلیل تقارن حیرت انگیز ملکولهای دین دی ای بود. طوری که گویی داخل یک کاتتر شفاف از اتمهای به هم پیچیده خزیده، و از نردبان مارپیچ و اسیدی محور فرزی بالا رفته و دیده که تمام حیات به این کدهای دقیق و ظریفی بسته است که روی صفحه های عالی حساس نوشته شدند و در جهانی که کمی گرمتر یا کمی سردتر باشد فوراً از بین می رود. سرانجام پرسش های بیشمار و وجود افرادی که به اندازه او کنجکاو بودند پاسخ آنها را بدانند. او را به سمت این هدف هدایت کرد که در آزمایشگاه خودش پژوهش های زیست شناسی انجام دهد و با پژوهشگران دیگر تعامل برقرار. ذهن کیا میتوانست به راحتی از عهده آن پژوهشها ها براید اما خودش نمیتوانست در آن آزمایشگاه دوام بیاورد. تیت که به سختی نفس میکشید به تصمیمش برای پنهان شدن پشت علف ها فکر کرد. کیا یا بقیه چیزها. کیا کیا من نمیتونم این کار رو بکنم متاسفم پس از آنکه کیا رفت او سوار قایقش شد آن را روشن کرد به اقیانوس برگشت و به موجود بزدل درونش ناسزا گفت که نتوانسته است با کیا خداحافظی کند فصل 23 صدف 1965 کیا شب روزی که چیس اندروز را در اسکله جامپین دیده بود پشت میز آشپزخانه زیر نور فانوس نشسته بود دوباره شروع به آشپزی کرده بود و داشت ذره ذره از شامی که عبارت بود از نان سخاری، شلقم و لوبیا چیتی میخورد. در حین خوردن کتاب هم میخواند اما فکر قرار پیکنیکی که فردا با چیس داشت هر جمله دیگری را از ذهنش فراری میداد. ایستاد و در تاریکی شب و نور کرم رنگ ماه ربع سوم شروع به راه رفتن کرد. هوای ملایم مرداب مانند ابریشم اطراف شانه هایش را فرا گرفته بود. نور ماه مسیری غیر عادی را از میان درخت های کاج انتخاب کرده و سایه هایش را منظم پهن کرده بود. در حالی که ماه خودش را به از آب بیرون می کشید، دست و پایش را یکی یکی روی درختان بلوط می و از آنها بالا می رفت. کیا مانند یک خواب گرد سلانه سلانه راه میرفت. رفت. گلولای چسبناک ساحل طالاب در نور زیاد برق میزد و صدها کرم شبتاب جنگل را نقطه گذاری کرده بودند. کیا که یک پیراهن سفید دست دوم با یک دامن از پارچه شل پوشیده بود آهسته بازوهایش را تکان میداد و با موسیقی قورباغه های پلنگی والس می رقصید. چهره چیس را پیش رویش مجسم کرد. نفسهایش عمیق تر شد. هرگز کسی او را آنطور نگاه نکرده بود. حتی تیت. کیا میان بالهای رنگ پریده حشرات یک روز رقصید. و روی گلولایی که عکس روشن ماه رویش افتاده بود این طرف آن طرف دوید. صبح روز بعد کیا به مکان قرار رفت و درست کنار ساحل چیس را در قایقش دید. اینجا در روشنایی روز واقعیت پیش رو و در انتظار بود. گلوی کیا خشک شد. به سمت ساحل پارو زد. پیاده شد و قایق را بیرون کشید. بدنه قایق روی ماسه ها صدا می کرد. چیز هم کنار او پهلو گرفت. سلام. کیا در حالی که پشت سرش را نگاه می کرد سرتکان داد. چیز از قایقش پیاده شد و دستش را به طرف او دراز کرد. انگوشت های کشیدش برونزه و کف دستش بزرگ بود. کیا تردید داشت؟ لمس کردن یک نفر به معنای آن بود که بخشی از وجود خودش را ببخشد. بخشی که دیگر قادر نخواهد بود پس بگیرد. با وجود این دستش را آهسته در دست او گذاشت. وقتی داشت به عقب قایق قدم میگذاشت که روی صندلی بنشیند که کوسن رویش بود چیس به او کمک کرد تعادلش را حفظ کند روز خوب و گرمی بود و کیا که به تقلید از دیگران شلوارک جین با یک بلوز کتان سفید پوشیده بود به نظر عادی میآمد. آمد. او کنار کیا نشست و کیا احساس کرد آستین او آهسته به بازویش میخورد نفسش بند آمد چیس قایق را به طرف اقیانوس هدایت کرد آبهای آزاد بیش از آب آرام مرداب قایق را حرکت میداد وقتی در امتداد ساحل به طرف جنوب راه افتادند قایقشان تنها قایقی بود که در این مکان دورافتاده وجود داشت چیس سرعت را زیاد کرد. در ده دقیقه چندین کیلومتر از ساحل سفید کنار خط موجها آشکار شد. جنگل انبوه و دایرهی شکل دورشان آنها را از بقیه دنیا جدا کرده بود. مقابلشان پوینت بیچ مانند یک چتر سفید درخشان از داخل آب نمایان شده بود. چیس به سلام یک کلمه هم حرف نزده بود. کیا اصلا حرف نزده بود. چیس قایق را داخل خشکی سر داد و سبد پیکنیک را در سایه قایق گذاشت. پرسید میخوای قدم بزنی؟ آره. کنار آب سلانه سلانه شروع به راه رفتن کردند. هر کدام از موجهای کوچک به قوزک پایشان میخورد و وقتی به سمت دریا کشیده میشد از روی پایشان رد میشد. چیس دست کیا را نگرفته بود. اما گاه گاهی بر اثر حرکات طبیعی انگوشتهایشان به هم میخورد. گاهی زانو میزدند تا یک صدف یا رشته شفافی از خزه هایی را که هنرمندانه پیچ خورده بود وارسی کنند. چشم های آبی چیس بشاش بود. به راحتی می خندید. پوستش مانند کیا برونزه تیره بود. آنها کنار یکدیگر قد بلند برازنده و شبیه به هم به نظر می رسیدند. کیا میدانست دانست چیس خودش تصمیم گرفته به کالج نرود و با پدرش کار کند. او در شهر توی چشم بود، مورد توجه دخترها بود. کیا در گوشه ذهنش نگران بود، مبادا خودش هم مانند همین آثار هنری روی ساحل باشد که او از روی کنج کاوی در دستهایش جابجا جا می کند و دوباره روی ماسه ها می اندازد. با وجود این به پیاده روی با او ادامه می داد. فرصتی برای عشق پیدا کرده بود. حالا میخواست هایش را پر کند و در حالی که دور قلبش دیوار کشیده تنهاییش را تسکین دهد. پس از آنکه مدتی راه رفتن چیس روبرویش به ایستاد. خم شد و با دست اشاره کرد که جلوی تخت پاره که آب با خودش آورده بود بنشینند. وقتی نشستند پاهایشان را داخل کریستال های سفید فرو کردند و به تخت تکیه دادند. چیس از جیبش یک سازدهنی بیرون آورد. کیا گفت آه ساز میزنی؟ کلمات به سختی از دهانش بیرون می آمدند. زیاد خوب نمیزنم، اما وقتی یه شنونده داشته باشم که تو ساحل به یه چوب تکیه داده باشه. در حالی که چشمهایش را می بست شنن دعا را نواخت. کف دستش مانند پرندهی که داخل لیوانی گرفتار شده باشد روی ساز بالا و پایین می رم. صدای زیبا و حزنانگیز بود. مانند نوت که از خانه در دور دست آمده باشد. سپس ناگهان در میانه آهنگ توقف کرد و صدفی را که کمی بزرگتر از یک سکه پنج سنتی و به رنگ کرم با رگه های براق قرمز و بنفش بود برداشت. وای اینو ببین. کیا گفت این یک پکتن اورناتوسه یه نوع صدف اسکالوب من خیلی کم از اینا دیدم اینجا از این گونه زیاده اما این نوع به خصوص معمولا در مناطق جنوبی این ارز جغرافیایی زندگی می کنند چون این آب براشون خیلی سرده. چیس به او خیره شد. این همه پشت سر او بدگویی کرده بودند اما هیچ کس چیزی در این مورد نگفته بود که دختر مرداب دختری که نتوانسته هجی کند نام لاتین صدفها و محل زندگی آنها را میداند چرا آخ چرا گفت من چیزی در این مورد نمیدونم اما ببین مارپیچه چه چیس آن را دوباره کف دستش گذاشت بیا تو نگهش دار. تو دختر صدفایی. ممنونم. کیا آن را داخل جیبش سر داد. چیس چند آهنگ دیگر نواخت. سپس به طرف سبد حسیری پیکنیک برگشتند. روی پتوی چارخانه نشستند و مرغ سخاری سرد، ژامبون نمک سود و نان با سالاد سیب زمینی، ترشی، شیرینی و برش های از یک کیک چهار لایه با رویه یک سانتیمتری کارامل خوردند. همه خوراکی ها خانگی بودند و داخل کاغذ روغنی پیچیده شده بودند. چیس دو بطری نوشابه باز کرد و آنها را داخل لیوانهای کاغذی ریخت. چنین سفره سخاوتمندانه با دستمال هایی که با سلیقه تا شده بود و بشقاب و چنگال های پلاستیکی حتی نمک پاش و فلفل پاش کوچک پیوتر برای کیا غیر قابل تصور بود با خودش فکر کرد حتما مادرش آنها را آماده کرده نمیدانسته او با دختر مرداب قرار دارد. آنها آهسته در مورد موجودات دریا صحبت می کردن و گاهی می خندیدند. پلیکانها روی آب سر می خوردن و آب ها بالا و پایین می پریدند. چیس کم کم نزدیک کیا شد و سرش را در دستهایش گرفت. کیا به سرعت سرش را برگرداند. چشم های سیاه تر از شبش از خشم شعله ور شده بود. باشه اشکالی نداره. کیا به چابکی یک گربه از جا پرید و ایستاد. به سختی نفس می دیشب که داشت تنها در ساحل طالاب می فکر می همه چیز را در مورد رابطه ی دو نفره می قبلا کسی در این مورد با او صحبتی نکرده بود. اما او جزئیات را در کتاب های زیستشناسی خوانده بود و موجودات مختلف را دیده بود. این خیلی ناگهانی بود. با دختر مرداب بروی پیکنیک و حتی پرندگان نر هم مدتی دوروبر ماده ها میچرخند. پرهای زیبایشان را به رخ می کشند، آشیانه درست می کنند، باشکوه انجام می دهند و آوازهای آشغانه می خانند. بله، چیس زیافتی برپا کرده بود، اما ارزش کیا بیش از مرغ سخاری و یک آهنگ بود. کیا باید می اینطور این می شود. همانطور که به یک دیگر خیره شده بودند سکوت سنگین تر می شد و تنها صدای نفس هایشان و صدای موج های کفالود پشت سرشان آن را می شکست. چیس دستش را دراز کرد که شانه کیا را بگیرد اما او به سرعت خودش را عقب کشید. متاسفم چیزی نشده که درست است. چیس آمده بود اینجا که او را تور کند. که نفر اول باشد. اما تماشای آن چشم های آتشی نیز او را مجذوب کرده بود. باز هم امتحان کرد. بیا دیگه کیا؟ گفتم که متاسفم. بیا اصلا فراموشش کنیم. من تو رو برمیگردونم به قایقت. با این حرف کیا برگشت و روی ماسه ها به طرف جنگل حرکت کرد. اندام کشیدش تکان تکان میخورد. چی کار داری میکنی؟ نمیتونی از اینجا پیاده بری؟ چندین کیلومتر راهه؟ اما کیا دیگر به جنگل رسیده بود. ابتدا راه مستقیم را طی کرد. سپس از کنار ساحل به طرف قایقش رفت. منطقه برایش جدید بود اما توکاهای سیاه او را به طرف مرداب راهنمایی کردند برای دیدن ها یا مرغان دریایی سرعتش را کم نکرد به سرعت از ها عبور کرد و از روی کنده های درخت پرید سرانجام خم شد و همانطور که نفس نفس میزد روی زانوهایش افتاد همان ناسزاهای نخنما از دهانش خارج شد. مادامی که داد و هوار می کرد جلوی حق حق گریش گرفته می شد. اما هیچ چیز نمی توانست جلوی شرم سوزاننده و اندوه شدیدش را بگیرد. یک امید ساده برای آنکه با کسی باشد کسی او را بخواهد و کنارش باشد او را در خود غرق کرده بود. اما رفتار چیس فقط در راستای ستاندن چیزی بود نه شراکت یا دادن. صدایش را میشنید که از پشت سر میآید نمیدانست دلش میخواهد چیس از میان بوته ها بیرون بیاید او را بگیرد و عذرخواهی خواهی کند یا نه. باز هم از این فکر خشم وجودش را فرا گرفت. سپس خسته و کوفته ایستاد و بقیه راه را پیاده تا قایقش رفت. فصل 24 برج آتشبانی 1965 وقتی کیا با قایق روی دریا در حرکت بود توده های ابر با هاشیه سفید که قبل از رد و برق در آسمان ظاهر می شوند، در افق به هم فشرده می شود. از ده روز پیش که با چیس برای پیکنیک به ساحل رفته بودند او را ندیده بود اما هنوز حضورش را کنار خود احساس می کرد. وقتی داشت به طرف ورودی جنوب پوینت بیچ پارو میزد که یک بار آنجا پروانه های نایابی دیده بود قایق دیگری به چشم نمیخورد. پروانه ها چنان سفید بودند که احتمال میرفت رنگدانه ای نداشته باشند. اما حدود چهار کیلومتر بعد وقتی دوستان چیس را دید که داشتن سبدهای پیکنیک را جمع میکردند، و حوله های برراغ را به قایقهایشان برمیگرداندند ناگهان سکان را از دستش رها کرد. سرعت چرخید که از آنجا دور شود اما با وجود این تمایل شدید رفتن، برگشت و دنبال چیس گشت. میدانست هیچ بخشی از این تمایل شدید معنایی ندارد. رفتار غیر منطقی برای پر کردن تنهایی نتیجهی بهتر از این ندارد. برای شکست دادن تنهایی تا چه حد باید معامله کرد آنجا نزدیک همان مکانی که آن روز کنار هم نشسته بودند چیس را دید که با چوبهای ماهیگیری به طرف قایقش می رود. پشت سرش مثل همیشه دختر مروارید به گردن یک کلمن در دست داشت ناگهان چیز سرش را برگرداند و مستقیم به او که داشت در قایقش دور میشد نگاه کرد. کیا سرش را برنگرداند و به او خیره شد اما مانند همیشه کم روی پیروز شد. برای همین چشم برگرداند. سرعتش را زیاد کرد و به سمت قاری کم نور پارو زد. می توانست منتظر بماند قایق کوچک آنها بگذرد بعد خودش به ساحل برود. ده دقیقه دیگر به دریا بازگشت و مقابلش چیس را دید که در قایقش با موجها بالا و پایین می رود و منتظر است. همان تمایل قبلی شدت گرفت. چیس هنوز به او علاق مند بود. درست است در پیکنیک خواسته بود پیش روی کند اما وقتی کیا مانع شده بود عقب نشینی و عذرخواهی کرده بود. شاید کیا باید به او یک فرصت دیگر میداد. چیس به طرفش آمد و بلند گفت سلام کیا. کیا به طرفش نرفت اما از او دور هم نشد. چیس با قایقش جلوتر آمد. کیا من برای اون روز متاسفم باشه؟ فراموشش کن دیگه. میخوام برج آتشبانی رو بهت نشون بدم. کیا حرفی نزد با آنکه میدانست این ضعف است هنوز قایقش را در جهت موافق چیس میراند ببین اگه تا حالا از برج بالا نرفتی خیلی جای خوبیه برای اینکه مرداب و ببینی دنبالم بیا کیا سرعتش را زیاد کرد و قایق را سمت قایق او چرخاند تمام مدت دریا را از نظر می گذراند که مطمئن شود دوستان چیس آن دوروبر نیستند. چیس با دست او را به سمت شمال و گذر از بارکلی کو راهنمایی کرد. دهکده از دور آرام و رنگارنگ رنگ بود. آنها در ساحل خلیج کوچکی که در دل جنگل قرار داشت از قایق پیاده شدند. پس از آنکه قایقها را محکم کردند چیس او را در مسیری که بوته های بلند مورد و خاص های خاردار بلند دو طرفش بود هدایت کرد کیا هیچ وقت به این جنگل ساکت و انبوه نیامده بود زیرا آن طرف دهکده قرار داشت و به مردم خیلی نزدیک بود همانطور که راه می رفتند آبی که از زیر بوته ها بیرون می پاشید با اقواگری یادآوری می کرد دریا مالک این زمین است. سپس یک مرداب واقعی با بوی زمین های پست و هوای نمناک ظاهر شد. که ناگهان ساکت و نامحسوس تا دهانه تاریک جنگلی که عقب نشینی کرده بود پیش کیا سکوی چوبی برج آتشبانی را که بر اثر شرایط جوی تغییر رنگ داده بود دید و یکی دو دقیقه بعد به پایه های قطور برج رسیدند که داخل زمین کار گذاشته شده بود. لجن سیاه دور پایه ها و زیر برج را پوشانده و رطوبت آنها را دچار زنگ زدگی کرده بود. پله هایی که رفته رفته باریک تر می شدند تا بالای برج ادامه داشتند. پس از آنکه روی لجن راه رفتند در حالی که چیس جلو میرفت شروع به بالا رفتن کردند. در پیچ پنجم سمت غرب تا چشم کار میکرد کرد جنگل های منحنی شکل بلوط بود. در جهت های دیگر وزش باد بود و تالاب ها. نهرها و دهانه رودهایی که میان علفهای سبز درخشان به هم پیچیده شده به دریا رسیده بودند. کیا هرگز در این ارتفاع از مرداب نایستاده بود. حالا تمام اجزای آن زیر پایش بود و برای اولین بار چهره مرداب دوستش را به طور کامل میدید. وقتی به پله آخر رسیدند چیس حفاظ آهنی را که جلوی راه پله قرار داشت هل داد و باز کرد سپس روی سکو رفتند و او دوباره حفاظ را بست پیش از آن که روی سکو قدم بگذارند کیا انگشت های پایش را روی آن کوبید که استحکامش را امتحان کند چیس خنده کوچکی کرد محکمه نگران نباش و او را به طرف نرده ها هدایت کرد. از آنجا به تمام سرزمین مردابی اشراف داشتند. دو شاهین دم قرمز در حالی که باد میان بالهایشان زوزه میکشید مقابل دیدگان آنها اوج گرفته و از دیدن اینکه یک مرد و زن جوان در حریم هوایی آنها ایستادند از تعجب سرشان را بالا گرفته بودند چیس رو به کیا کرد و گفت ممنونم که اومدی کیا. به هم یه فرصت دیگه دادی که بگم به خاطر اون روز متاسفم. من از خط بیرون زدم و دیگه اون اتفاق نمیفته کیا حرفی نزد. نسبت به حس واقعیش تردید داشت. در حالی که دستش را داخل جیب شلوار جینش می کرد گفت من با اون صدفی که پیدا کردی گردم بند درست کردم. اگه نمیخوای مجبور نیستی بندازیش گردنت. کیا شب قبل صدف را از یک بند چرمی آویزان کرده و تصمیم گرفته بود خودش آن را به گردن بیاندازد. با این حال امیدوار بود باز هم چیس را ببیند و اگر فرصتش را پیدا کرد آن را به او بدهد. اما حتی در حسرت بارترین رؤیاهای روزانهش هم تصورش را نکرده بود با هم بالای برج آتشبانی بیستند و به تمام دنیا اشراف داشته باشند آنها در اوج بودند چیس گفت ممنونم کیا به آن نگاه کرد آن را به گردنش انداخت و وقتی صدف روی گلویش ایستاد روی آن دست کشید. معلومه که میندازمش. جملات کلیشه‌ای مانند این که اینو برای همیشه به گردنم میندازم یا تا روزی که زنده ام را به کار نبرد. چیس گفت منو ببر خونت. کیا آلونکش را مجسم کرد که زیر درختان بلود قوز کرده و تخته های خاکستری رنگش از لکه هایی که از سقف زنگ زده چکه کرده خونین شده است. صفحه جلوی ایوان هم تعداد سوراخهایش از یک پارچه توری بیشتر و پر از تکه وصله بود. اونجا خیلی دوره. این تنها حرفی بود که کیا زد. کیا برای من مهم نیست چقدر دور باشه یا چه شکلی باشه. بیا دیگه بیا بریم. اگر کیا می گفت نه فرصت بودن با چیس را از دست می داد. باشه. از برش پایین آمدند. کیا با قایقش از شبکه های پیچ در پیچ به طرف جنوب حرکت کرد و در حالی که وارد آب راه مقابل کلبهش می شد که دهانه سرسبز داشت سرش را دزدید. قایق چیس تقریبا بزرگتر از آن بود که به راحتی از میان گیاهان جنگلی رد شود. مطمئنا زیادی آبی و سفید هم بود. اما در حالی که شاخه ها بدنش را می به زور از میان آنها عبور کرد. وقتی تالاب مقابل رویشان گسترده شد، زرافت های زیبای شاخه های پوشیده از خزه و برگ های درخشان روی آب تیره اما شفاف منعکس شده بود. سنجاقک ها و حواسیل های برفی با ورود قایق عجیب چیس کمی بلند شدند، و دوباره بدون آنکه صدای بالهایشان به گوش برسد با وقار سر جایشان نشستند. کیا قایقش را به جایی محکم کرد و چیس وارد ساحل شد. فقط دو سه متر آن طرفتر حواسیل آبی بزرگ که از مدتها پیش با پدیده های خارج از حیات وحش کنار آمده بود مانند لکلک لک, لک در سکوت ایستاده بود. شلوار پیشبندی و تیشرت های رنگ رو رفته کیا در هم و بر هم روی بند آویزان بودند. و آنقدر شلقم این طرف آن طرف تا داخل جنگل کاشته شده بود که به سختی میشد تشخیص داد کجا باغچه تمام می شود و طبیعت وحشی آغاز می شود. چیس در حالی که به حفاظ تکه وصل نگاه می کرد پرسید چه مدت اینجا تنها زندگی کردی؟ دقیق نمیدونم پدرکی پدر کی رفت اما فکر کنم حدود ده سالی بشه. شاهکاره که کسی اینجا زندگی کنه و پدر مادری نداشته باشه که بهش بگن چی کار کنه. کیا پاسخ نداد. فقط گفت اون داخل چیزی برای دیدن نیست. اما پیش از آن که حرفش تمام شود چیز داشت از پلکان آجر و تخت بالا می رفت. اولین چیزی که دید مجموعه های او بود که روی قفسه های دست سازش ردیف شده بودند. دانشگاهی از زندگی درخشان درست پشت آن حفاظ قرار داشت. چیس گفت تو همه این کارا رو خودت کردی؟ بله. چیس مدت کوتاهی به پروانه ها نگاه کرد. اما خیلی زود اش را به دیدن آنها از دست داد. با خودش فکر کرد. چرا چیزایی رو که درست پشت در خونت میتونی ببینی نگه میداری؟ روکش متکای کوچک کیا که کف ایوان بود شبیه یک لباس خانه کهنه اما مرتب بود. تنها یکی دو قدم آنها را به اتاق نشیمن خیلی کوچک با آن کاناپه فرو اش رساند. بعد چیس دزدکی به اتاق خواب پشتی نگاهی انداخت که پرهایی با رنگها، شکلها و اندازه های مختلف روی دیوارش به چشم میخورد. کیا با حرکت دست او را به طرف آشپزخانه راهنمایی کرد. نمیدانست قرار است به او چه چیزی تعارف کند. مطمئنا کوکاکولا یا آیستی نداشت و نه بیسکیویت یا حتی کلوچه سرد. باقی مانده نان روی اجاق بود کنار یک قابلمه لوبیای چشم بلبلی پوسکنده که آماده بود برای شام پخته شود. هیچ چیز برای پذیرایی از یک مهمان وجود نداشت. کیا طبق عادت یکی دو تکه هیزم داخل بخاری انداخت و به محض آنکه آنها را کمی با سیخ زیر و رو, رو کرد شعله های آتش زبانه کشید. وقتی داشت اهرم پمپ آب را بالا و پایین و کتری قور شده را از آب پر می کرد هنوز پشتش به چیس بود. تصویری از دهه 1920 اینجا در دهه 1960 به چشم می خورد. نه آب لوله کشی بود. نه برق نه حمام گوشه آشپزخانه یک وان حلبی قرار داشت که لبه هایش خمیده شده و زنگ زده بود. بقایای غذا داخل تنها گنجی که آنجا بود قرار داشت و رویش مرتب با دستمال سفره پوشانده شده بود. در یخچال گوش پشت باز و یک مگس کش در دهانش بود. چیس هرگز چنین چیزی ندیده بود. اهرم پمپ را بالا و پایین کرد. ریختن آب داخل کاسه لعابی را که حکم سینک ظرفشویی داشت تماشا کرد و به چوبهایی که مرتب به بخاری تکیه داده شده بود دست کشید. تنها منبع روشنایی یکی دو فانوس نفتی بود که دود لوله هایشان را خاکستری کرده بود. پس از رفتن تیت که مانند بقیه موجودات مرداب عادی و پذیرا به نظر می رسید. چیس اولین کسی بود که به دیدن او آمده بود. کیا کنار چیس احساس می کرد اوریان شده و گویی کسی او را مانند ماهی فیله کرده است. شرمندگی وجودش را فرا گرفت. پشتش به او بود اما حس می کرد او دارد در اتاق حرکت می کند. این را از صدای قرش قره چه آشنای کف متوجه می شد. سپس چیس آمد. پشت سرش ایستاد و او را با ملایمت به طرف خودش برگرداند. کیا؟ من هیچ کسی رو نمی شناسم که بتونه تو چنین جایی تنها زندگی کنه. بیشتر بچه ها حتی مردا از موندن تو چنین جایی وحشت میکنه. کیا صدای نفسهای او را حس می کرد. اما او دستهایش را کنار بدنش انداخت و به طرف میز رفت. کیا پرسید تو از من چی میخوای؟ راستش راستشو بگو. ببین من نمیخوام دروغ بگم. تو زیبایی، رهایی و وحشی. مثل یه باد شدید دلچسب. من اون روز میخواستم تا جایی که میتونم بهت نزدیک بشم. هر کی جای من بود همین کارو رو میکرد. اما کار درستی نبود. من نباید اون طوری رفتار میکردم. من فقط میخوام کنارت باشم خوب که بتونیم همدیگر رو بهتر بشناسیم. که چی بشه؟ اینطوری میفهمیم چه حسی به هم داریم. من تا تو نخوای هیچ کاری نمی کنم. چطوره؟ خوبه. گفتی یه ساحلی هست که همیشه میری اونجا. بیا بریم به اون ساحل. کیا تکه از باقی مانده نان ذرت را برای مرغ دریایی جدا کرد و جلوتر از چیس به طرف مسیری راه افتاد که به فضای گسترده ای از ماسه های درخشان، و دریا منتهی میشد با صدای آهسته‌ای که او از گلویش بیرون داد مرغان دریایی ظاهر شدند و دایره وار بالای سر و اطراف شانه‌هایش به حرکت درآمدند مرغ دریایی نر بزرگی کنار پاهای کیا جلو و عقب میرفت. چیس کمی با فاصله ایستاده بود و کیا را که میان پرندگانی که اطرافش میچرخیدند گم شده بود تماشا میکرد قصد نداشت نسبت به این دختر پا به عجیب و وحشی حسی پیدا کند اما دیدن او در حالی که روی ماسه ها دور خودش میچرخد و پرندگان روی سرانگشتانش مینشینند چیس را مجذوب اتکاب نفس و زیباییش کرده بود. او هرگز کسی مانند کیا ندیده بود و درونش کنجکاوی و کششی نسبت به او احساس می کرد. وقتی کیا برگشت از او پرسید آیا میتواند فردا هم بیاید یا نه؟ و قول داد اصلا کاری به کار کیا نداشته باشد. و فقط میخواهد کنارش باشد. کیا با خون سردی سرش را به نشانه موافقت تکان داد. پس از رفتن تیت این اولین بار بود که امیدی در قلبش احساس میکرد.